در کره زمین در قرن 21 از اتحادیه اروپا تا تمام دنیا چهار جهت دنیا را در کدام جایی که مشرک است ولو رئیس جمهور است ولو وزیر دفاع است دم یک ردیف در فهرست ظالمانند. پس این ظالمان چطور به خاطر تأمین عدالت گامی به خاک مقدس جهان اسلام می نهند که ما عدالت میاریم؟ یعنی جالب اینجاست که قانون جزایی الی رب العزه تبدیل نمیشه. ایچ ببینین بالای دموکراسی یک اعتراض دیگه هم دارم. 10 کیلو تریاک 25 سال حبس، ولی 100 نفر قتل عام کرده باشیم 20 سال حبس. من نفهمیدم که بدونی بین دو جنایت چی فرقی است. بیخی عجیب یک نظام است به خدا. قرآن به ما پیام میده کیفر و جزا دادن رب العالمین هر کسی را، هر مجرمی را، به اساس یک قانون جاویدانی است که در طول تاریخ تغییر نمیکنه. از کجا گرفتی؟ کذالک نجزی الظالمین، کذالک نجزی الظالمین، اینمین چنین نجزیه جهنم، اینمی رقم ظالمان را جزا میدهیم. در سالیان گذشته، در قرون گذشته هم همی بوده، تا قرب قیامت هم همیست که مشرک که مشرک می شود نجزیه جهنم، هیچ تغییر نمی کنه. این مشرک پدر انبیاست، این مشرک بچه انبیاست، این مشرک بچه شیخ الحدیث است، این مشرک بچه رئیس جمهور است. هر کسی که باشه قانون یکسان است. تونست جنایت موترش شسیای فیلمی انجام دهد، چون پشتبند داری، مربا داری، مربی داری، مربا بزن. غریبی بیچاره در غم سوره کسی کار نداره. نه، کذلک نجزی الظالمین، لو ان فاطمه سرقت قطعت یدها اولم یر الذین. دیگه نکته خدمتتان عرض میکنم عزیزان من، شرک ظلم است. حاصل در کره زمین در قرن 21 از اتحادیه اروپا تا تمام دنیا چهار جهت دنیا را در کدام جایی که مشرک است ولو رئیس جمهور است ولو وزیر دفاع است دم یک ردیف در فهرست ظالمانند. پس این ظالمان چطور به خاطر تأمین عدالت گامی به خاک مقدس جهان اسلام می نهند که ما عدالت میاریم؟ عجیب گپ است، بسیار جالب است. نه، اون کسی را که الله ظالم معرفی کرده باشه، چشم تأمین عدالت به ظالم منسوسی دوختن از نظر قرآن حماقت است. همین نکته قرآن که به صورت علمیش نگیری از تو چیزی جور نمیشه. قرآن یک کتاب است که میفهمی قرآن چیست.